صحابه کرام چرا مثلا یک لک نماز در مکه است چرا آمد اینجا در شهده سالی اینجا دفن است چرا رفت در چین دفن است چرا افغانستان آمد اون نماز های یک رمان به خاطر از اون فهمید که برادر اگر من تنها به فکر نمازای های باشم که یک لک سواب برای من باشه ای امت که کافر میماره باز من جواب بگیری به علامه ایتون و تواسو بالحق و تواسو بسبر از پیش من میمانم. از این خاطر نمازای های یک لکی رو در اونجا ماندن آمدن سب اینجا و شهید شدن در افغانستان در چین شهید شدن در ترکیه شهید شدن اکبر برین کل دنیا قبر صحابه هست اما اگر مثل ما رو واره می بود خلاص میفتیم بالا بیا در گل ما را به مردم چی با خوب و بعد خلق جهان کار نداریم دل کس کافر از دل کس مسلمان است ما خود میریم در پیش خانه کعبه در بغل خانه کعبه یک اتاق بر خود جور میکنم هر نمازه که خانم یک لک یک لک یک لک یک لک او انسان به عقل از صحابه از ما بود که بسیار هوشیار بودن اینال هر کسی که در افغانستان میگه لا اله الا الله ثوابش یک کاپی از او اما تو فوراً به حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه میرسه به حضرت عمر میرسه از اون خاطر اونا حرکت کردن به خاطر ازی که این صحابی که اینجا شهید شده به خاطر هر کسی که مسلمان شده توسط ازی این عدال و الخیر کفایله یک نفر مسلمان ساختی تا روزی که کلمه میخونه اون خلاص است اگر بچه از مسلمان میشه نواسا از این کواسا از یه تو رفته میره این می 20 دمی دمی 14 قرن در افغانستان مثلا مسلمان ها هست این می 14 قرن ثواب به حضرت عثمان میرسه اما اگه اون یک لکی رو میگرفت وقتی که خودش فوت میکرد دفتر اعمالش بسته میشد لکن دفتر اعمال از بسته نشد چون او دین میفهمید ما تو مشکل ما چی است از این خاطر میگه که برادر عزیز وقتی که یک اعمال دینی را سبب فکر میکنی باید معقولانه فکر بکنی و از قرآن و از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم دلیل داشته باشی از این خاطر وقتی که بسیاری کسا میخوان که ترک دنیا را و اینکه مثلا ما فقط درست ذکر بهترین چیز است ذکر بهترین چی است لکن ذکر چی هست قربان ذکر تنها گفتن سبحان الله و الحمد لله هست یا ذکر خود قرآن ذکر است انا نحن نزلنا الذکر چی اسم مراد اینجا جز ذکر وقتی که الله میگه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون ما ذکر فرستادیم و ما او را حفظ میکنیم منظور چی است اینجا از ذکر قرآن عظیم الشان است پس خود قرآن ذکر است وقتی که تو قرآن می و به قرآن عمل میکنی و مطابق قرآن زندگی میکنی اینی از ذکر حقیقی الله سبحانه و تعالی که 24 ساعت در تمام اعضای بدن تو در ذکر الله مصروف است احکام الله را تطبیق می